پی از کلمه یونانی پریفریا پریمتر گرفته شده معنیش دوره می باشد. بار اول تعینات این رقم با حرف یونانی پی از جانب متمتیکی بریتانیایی جانسون سال 1706 استفاده شده است. اما آرخیمد اولین کسی بود که راه حساب متمتیکی آن را پیشنهاد کرده است. شروع از سال 1736 علامت پی بعد در اثرهای لئونارد ایلر استفاده شدنش معمول گشت. آموختن رقم و تکمیل معنای آن یک چند هزار ساله را در بر گرفته، در برابر رشد علمی متمتیکا ادامه یافته است. در اول پی از نقطه نظر گیومتری آموخته شده بود. در عصر 17 بعد رشد و تکامل علم متمتیکا معلوم گردید که پی را نه تنها در گیومتری بلکه در متمتیکا نیز استفاده نمودن ممکن است. در وابلون قدیم قیمت پی را به 3 و قیمت دوره را 12 بتون می دانستند. قیمت تقریبا درست پی را در سالهای 1900 پیش از میلاد حساب کرده بودند که آن به 3 از 1125 برابر بود. فیلسوف و دانشمند چینی چجان خنگ در عصر 2 قیمت پی را در دو اکیوالین 3724 و 3622 نشان داده است. آلمانی هند اری ابخاتا و بخسکره باشند پی را به 3416 برابر کرده بودند. همین طور برای حساب قیمت پی بسیاری از آلمان زمان گذشته تلاش ورزیدند. تقریبا سال 265 پیش از میلاد ماتماتیک لیو خوی در بالای حساب پی کار کرده نتیجه درستی آن را برآورد که آن به 3416 برابر می باشد. پس از سنجش های زیاد و نتیجه گیری آلمان ساحه عنیق کرده شد که نتیجه برآورده لیو خوی درست می باشد. و پس از او تا کنون که تقریبا 900 سال در بر میگیرد کسی بالای پی کار علمی انجام نداده است و تا کنون آدمان سیاره از روی قیمت معلوم کرده لیو سوال و مسئله های گیومتری و ماتماتیکی را حل می نمایند. همین تاریخ 14 مارس در تمام جهان جشن خیلی غیرعادی روز پی تجلیل کرده می شود. معلوم می شود که با این رقم بسیار دلایل های جالب علاقه مندند. در دوره های گوناگون و در بین خلق های گوناگون شماره پی معناهای گوناگون را داشت. مثلا در مصر قدیم آن به 3604 برابر بود. در بین هندوها ارزش 3162 را به دست آورد. خیتایی‌ها شماره به 3459 برابر را استفاده بردند. با مرور زمان پی دقیق‌تر حساب کرده می‌شد و هنگام پیدا شدن تکنولوژی حساب‌براری یعنی کامپیوتر شماره رقم‌های پس از ورکل جدا شده به زیاده از 4 میلیارد رسید. کارشناسان بر آنند که شماره پی در بنیاد برج بابل استفاده شده است. ماتماتیک‌ها در سراسر جهان گذراندن تحقیقات مربوط به رقم پی را قطع نمی کنند. آن به معنای اصلی با یک نو سیر پیشیده است. بعضی از محققان حتی باوری دارند که آن دارای حقیقت عمومی جهانی است. برای تبادل دانش و اطلاعات نو درباره پی، پی کلوب تشکیل کرده شده است. وارد شدن به آن آسان نیست، زیرا شما باید خاطره برجسته داشته باشید. همین طور آنهایی که میخواهند اعضای کلوب شوند سنجیده می شوند. شخص باید هرچی بیشتر رقم های پس از ویرگول علامت پی را از یاد داند. تصادف جالب وجود دارد. 14 مارس عالم بزرگ آلبرت اینشتین به دنیا آمده است و چنانی که شما می دانید نظر نسبیت را به وجود آورد. همچنین از روی علامت پی نوازندگان موسیقی عجیبی را که تحت رقم های این علامت تحریزی شده است آفریدند که انسان را بار دیگر به خاصیت های کشناشده این علامت جلب می نماید. یعنی چگونه یک رقم می تواند اینقدر معنی و معلومات های زیاد را در خود نگاه دارد.